بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خدمت شما عرض شود عزیزان، بر این چه امتثال امر این دسته از عزیزانم باشد، این تتمیم بحث نفحات رو امشب عرض میکنیم. انشالله از فردا شب باید عرض ادب کنیم به ساحت مقدسه اولیاء خدا. خدا را قسم میدم به عز و جلالش که ما را در دنیا و آخرت از این عزیزان خود جدا نکند. بله، عرض میشود خدمت عزیزان، مخصوصا جوانان. اون شب اول بسیاری از شماها تشریف نداشتید. در مورد نفحات یه چیز خاصی گفتم که برای اولین بار بود عرض میکردم در زندگی. اون یک قسمت، یک سطری بود که خیلی حساسه، اونو به خاطر مقدم شما عزیزان اعاده میکنم انشالله. و اون این است که گفتیم که بله، این نفحات یه مرحله بدایت داره، یه مرحله نهایت. مرحله بدایت این است که سبب اون نفحه در اختیار بنده قرار میگیرد. این مرحله بدایت، چون نفحات که میرسه اینا به خاطر یک کارهایی است که از ما سر میزند. برای همینم پیغمبر اکرم امر میکند که الا فتعرضوا لها، شما به هوش باشید که در معرض این نسیم ها بنشینید، یعنی کارایی بکنید که این نسیم ها را به سوی شما جلب کند. و اگر این به وسیله کارهای ما نبود، یه چیز اتفاقی بود، پیغمبر امر نمی فرمود که شما برید در معرض این نسیم ها بنشینید. یعنی شماها، پیغمبر اکرم میخواد بفرماید که شماها میتونید کاری بکنید که نسیم ها جذب به سوی شما جلب بشه. پس فلا الا فتعرضوا لها، در معرض این نسیم ها بنشینید. ولا تعرضوا عنها، اعراض نکنید، این نسیمه. حالا این کارا چیه؟ ببین مریضه، اون شب توضیح دادن می آقا این دواش پیدا نمیشه، شما دوای اینو پیدا کنید. این الان چیه؟ این بدایت نسیمه، یعنی این یک کاری است که نسیم رحمت را به سوی شما جذب میکنه، نهایتش اون پاداش است که به شما داده میشه. این دیگه هر شب نسیم همینه. این حکایت را من بسیار گفتم و حالا که بالاخره اینو میگم مجبورم یک بار دیگه بگم، بار صدوم بشه، نمیدونم چندوم بشه، چاره ای نیست. که بعضیا به جایی میرسن که نسیم ها را میبینن. مرحوم شیخ رجب علی خیاط رضوان الله علیه، ایشان بالاخره چیزی در کاسش ریخته بودن. ایشان میگن که شاگرداش میگن که شبها، بعض شبای شبای جمعه بوده یا شبای چهارشنبه، تردید از منه، ایشان مجلس دعایی در منزلشون داشتن، یه 10 نفر 20 نفر از این خواص جمع می شدن در اونجا و ایشان خیاط بوده، به چرخ خیاطیش همدان هست، به یادگار نگه داشتن. و خلاصه همینا که برای دعا می اومدن، بعضی از اونا ارباب رجوع هم بود، این پارچه رو می آورد آبر من پیره هم بدون، یکی مراجعه می کرد. گفت یه شب یه جوانی، اینو یکی از شاگردان خصوصی ایشون به من گفتن، یه شب یه جوانی یه پارچه آورد. بله، قبل از دعا این سفارش رو می کردن، بعد دعا شروع می شد. چرا آره خاموش می کردن.
گفت آقا اینو برای من بدوزین. گفت بسیار خوب، چقدر میشه مزدش؟ گفت 15 تومن میشه. جوان گفت 10 تومن نمیشه؟ گفت نخیر نمیشه. این جوان پارچهشو برداشت و رفت نشست تو صف دعا تا چراغ خاموش شد و دعا شروع شد. میگه 2-3 جمله از این دعا خونده بودن، یه وقت فکر کردم که عاشق رجب علی عقرب زد، یعنی مار زد، یک نعره کشید. گفت 10 تومنم میشه؟ بله 10 تومنم میشه. این نفحه بوده، دیدین حالا اگر 5 تومن کمتر بگیره یه نفحه است. این نفحه از دست رفت، خلاص این نفحه را برگردوند. و بالاخره مرحله بدایت نفحه همین چیزاست که ما میبینیم، ای بسا تشخیص هم نمیدیم که نفحه باشه. یه وقت شما میبینید یه نفر رو خوشحال میکنید و اصلا ارزش کارم نمیدونید، فکر نمیکنید چقدر بازتاب داره، چقدر در عمر شما، در عزت شما، سلامت شما اثر خواهد گذاشت. بسیار وقتا برعکسش هم هست، پناه به خدا میبریم، دل میشکنن، نمیدونن چقدر نفحه ها برگشت، چقدر برکات برگشت. بگم کاری نکردم که، هیچ کاری نکردم.